أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. در این سوره مبارکه فصلت که در مکه نازل شد، عناصر محوریش همون اصول اعتقادی است، یعنی توحید و وحی نبوت و معاد و خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق است. تعبیری که در روز قبل درباره نعمت دنیا و نعمت آخرت مطرح شد که همه اینها ابتلاست و هیچ کدوم کرامت نیست، یه سؤالی تر شد و این که چرا خدا درباره ثروت تعبیر به کرامت کرد اگر کرامت نیست؟ در سوره مبارکه فجر فرمود فأمر انسان اذا ما ابتلاه ربه فأکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. مستحضرید وقتی که عنوان اصلی ابتلا باشد، همه عناوین زیر ابتلا را باید برابر اون عنوان اصلی معنا کرد. سرفصل بحث این است فعمل انسان اذا ما ابتلاه، اونگاه کرامتی که در زیر مجموعه ابتلاست کرامتی نیست که خدای سبحان به مردان با تقوا وعده داد که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برای اینکه سرفصل این بس ابتلاست. گاهی کرامت به سنگهای خوش رنگ گفته می شود، نظیر طلا و نوره که اینا میگن احجار کریمه. گاهی به گیاهان گفته می شود زوج کریم، انبتنا فیها من کل زوج کریم. در بخشای دیگری هم فرمود طبقات کافری که ویران شدند و آثاری از اونها مونده است و ضروع و مقام کریم. این مسائل رفاهی مادی را با قرینه قرآن کریم از اونها به کرامت یاد میکند. عمده اون سرفصل است. وقتی فرمود یک عده رو امتحان میکنن به مال، معلوم میشه این کرامت کرامت ان اکرمکم عند الله اتقاکم نیست. حجر کریم، زوج کریم، نبات کریم، گیاه کریم، از همین قبیل. نه اون اکرام است نه این اهانت، هر دو را نفی میکنند دیگر. فرمود انسان مبتلای به ثروت است، انسان مبتلای به فقر. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، این یک. و اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، دو کلا. نه اون درسته نه این درسته، نه اون اکرام است نه این اهانت. در جریان عاد
گاهی تعبیر میکنند در سوره نجم به عاد اولا. این اولا اگر مفهوم داشته باشد نادر است به عاد ثانیه که در جز سکان قحطان و اینها بودن. گاهی هم از امر کهن و سابقه دار و ریشه دار و قدیمی تعبیر به اولا میکنند، مثل بلا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این اولا یعنی کهنه و قدیمی، نه اینکه اولا در مقابل ثانیه باشد. اگر اولا در مقابل ثانیه باشد که در جریان عاد گفته شد، ممکن است اون قبیله که در قحطان و اینها به نام عاد معروف شدند بشه عاد ثانی. در سوره نجم که از عاد به عنوان عاد اولا یاد کرد اینه. اما درباره سمودی همچه تعبیری نیست که سمود اولا. فرمود و اما سمود فهدینا، ما راهنمایی کردیم، این ارائه تغییر هست. اما اونها فاستحب بالغما علی الهدى، معلوم میشه ما راهنمایی کردیم یعنی چراغ هدایت را، بینایی را به اونها عطا کردیم، اونا راه را دیدن. و این کوری اونها بعد از دیدن هست، کوری را، زلالت و گمراهی را بر هدایت ترجیح دادن. محبوبشون این بود، این را پسندیدن. فاستحب بالعمى، یعنی محبوبشون کوری به کجراه رفتن بود. علالهدا اونگا فاخذت هم صاعقه العذاب الهول، هم به بدن و خسارتهای مادی مبتلا شدن، هم به اون خاری و رسوایی. دو عذاب برای اینها هست، همونطوری قبلا ملاحظه فرمایید. گروه مستکبر گذشته از اینکه به عذاب مادی مبتلا می شود، چون اخذت هل عزت و بالاسم، عزیز بی جهتن ذلیل با جهتن، دیگه معنا ندارد کسی هم ذلتش بی جا باشد هم عزتش بی جا. اصل اول این بود که اگر کسی خودبین بود، خود بزرگ بین بود و عزیز بی جهت بود، ذلیل با جهت است. و در قیامت که ظرف ظهور حق و صدق است، اون که صدق و حق است ظاهر می شود و اون ذلت این هاست. لذا از اینا گاهی به عنوان عذاب هون، گاهی به عنوان عذاب مهین، گاهی به عنوان لهم خزی هم یاد میکنند. این گروه هم گرفتار صاعقه بدنی و مالی و مانند اون شدن، هم فضیحت و رسوایی و خاری و ذلت، از این جهت که اونها مستکبرانه به سر می بردن. فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما کانوا یکسبون. مطلب دیگری است که این گفته می شود اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، این گفته می شود آتش که افتاد خوش رو تر نمی کند، برای آن است که اون خوش و این تر هر دو در جرم شریک بودند. بعضی ها ساکت بودند و نگفتند، وگرنه اونها که نهی از منکر می کردن و مؤمن بودند و این ایمارشون رو با عمل صالح تقویت می کردن، اگر خطر قوم آدم بیاید اینا مسئولند، اگر سونامی های عاد بیاید اینا مسئولند، صاعقه سمود بیاید اینا مسئولند. و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. این طور نیست که هر گناهی گذشته از اینکه دامنگیر گناهکار میشود پرهیزکار هم شامل میشود، مگر اینکه اون پرهیزکار به وظیفه خودش عمل نکند. در این گونه از موارد فرمود چه در جریان عاد چه در جریان سمود، اگر سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام هست، اگر فی ایام نحسات هست مال عاد، اگر صاعقه العذاب الهون هست مال سمود، در هر دو گروه مؤمنان با تقوا نجات پیدا کرده، ما اینا نجات دادیم. و نجین الذین آمنوا و کانوا یتقون. خب این مربوط به جریان دنیاست. اما در جریان معاد، معاد را مستحضرید فرمود به اینکه روز 50,000 سال است. این 50,000 سال رو بعضی ها بر هم اون مواقف فراوان تطبیق کردن. در سوره مبارکه اعراف گذشت به اینکه ما از همه سوال میکنیم
و نون تأکید ثقیله و نسألن الذین ارسل الیهم و نسألن المرسلین، همه مسئولن. در بخش های از این مواقف پنجاهگانه دارد که اینجا ایست بازرسی است، اینجا ایست بررسی است، و قفوهم انهم مسئولون، اینجا جای بازرسی و جای سؤال. بعد از اینکه مسئله سؤال و جواب روشن شده، تبهکار و پرهیزکار هم از هم روشن شدن، در موقف بعدی اونجا جای سؤال نیست. یومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، در اون مقطع دیگه جای سوال نیست. چرا؟ این که در سوره الرحمن فرمود یوم ازن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، سوال است که چرا سوال نیست؟ جوابش نیست. یعرف المجرمون بسیماهم، تو موقف قبلی معلوم شد که کی مجرم است کی مجرم نیست. اون کسی مجرم بود سیماش مشخص شده، اون کسی مجرم نبود سیماش هم مشخصه. ما اینجا چی سوال بکنیم؟ اینی که پیشانش داغ کردن و نوشتن که فرونکار است، دیگه ما چی سوال بکنیم؟ اگر فرمود در این بخش از سوره مبارکه الرحمن یوم ازن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، پاسخش تو آیه بعد فرمود برای اینکه یعرف المجرمون بسیماهم، در بخش های دیگر که به این موقف نرسیدن فرمود اینجا جاییست بازرسی است، و قفوهم انهم مسئولون. سؤال مراتبی دارد، مواقف مراتبی دارد. بعد از اینکه مسئله سؤال و جواب اینا همه تمام شد و حب صادر شد که کی باید بره به دوزخ، خذوهم فغلوا ثم الجحیم صلوا، حالا که به این بخش ورودی جهنم میرسن، یه سؤال تحقیر آمیزی فرشتگان به این تبهکاران میکنن، میگن الم یأتکم نذیر. تو بحث قبل مناظره فرمودید این که فرشته ها به این دوزخی ها هنگام ورودی در جهنم میگن الم یأتکم نذیر، معناش این نیست که مگر پیغمبر در خانه تو نیامده، امام علیه السلام در خانه تو نیامده. خب پیغمبر به امام علیه السلام که با تک تک افراد ارتباط نداشتن، حتی اون وقت جمعیت کم بود، اینا که به روستاها سفر نمی کردن، فرصت نبود به همه برسونن. هر که مدینه مشرف می شد از سخنانش استفاده می کرد. این علم یعتکم نذیر همون بیان سوره مبارکه توبه است که فرمود لولا نفر من کل فرقت من هم طائفت و لیتفق و فدین و لینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم. این فرشته ها به این شخص تبهکار میگن مگر در فلون مسجد در فلون حسینیه اون واعظی حرفا رو نگفت، این امام جماعت حرفا رو نگفت، این میشه نذیر. اگر در آیه سوره توبه فرمون لینذر قومهم، این انذار عالمان دین وسیله احتجاج فرشته هاست که فرشته ها میگن مگر در فلون مسجد در فلون حسینی از فلون عالم نشنیدی؟ این حرف ما را زد به شما دیگه، مگر نذیر نیامد؟ نه معناش اینه که مگر فلون پیغمبر به تو نیامد، فلون امام نیامد. خب پس اینها یه سؤال تحقیرآمیز و سرزنش باری رو در هنگام ورود دارن. اینجا جای این سؤال است که شهادت در محکمه است، اینجا جای شهادت نیست. این منافات ندارد که در محکمه هم شهادت داده باشند و کار تمام شده باشد، پرونده مختوم باشد و این شخص محکوم شده به دوزخ رفتن و حالا که وارد دوزخ می شود اینجا هم اعضا و جواره شهادت بدن. اینجا جای قضا و داوری نیست، اینجا جای اجرای قضاست. وقتی می خواهند وارد جهنم بشوند دست و پا شهادت می دن. خب اینجا مگه جای سوال هست؟ مگه جای قضاست؟ یا احتیاج دارد ما یه چیزی رو مقدر بگیریم؟ نیازی به این کارا نیست. ملاحظه فرمید و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون. طبقات دوزخ مختلف است و هر گروهی در یه طبقه خاصی جا دارد. حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم. اینجا که محکمه نیست، اینجا برای اجراست. محکمه در یکی از مواقف قیامت است. اونجا سوال میکنن جواب داده میشود،
استشهاد بشود، شهود شهادت میدن، پرونده بسته میشود. حالا که پرونده بسته شد، یه عده هدوهم الی صراط جهیم هست، یه عده هم با احترام به طرف بهش هدایت میشوند که فتحلوها خالدین. اینا که حکم صادر شد باید اجرا بشود به طرف دوزخ دارن میروند، همین که به لبه دوزخ رسیدن شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کان یعملون. از همون اول تا آخر اعضا و جوارح میگن چرا این کار کردی؟ آیا این شهادت منحصر در محکمه است؟ یک شهادت غیر از محکمه همون لبه جهنم رفتن است؟ دو یا در همه حالات اعضا و جوارح میگن چرا ما برای بد صرف کردی؟ مستحضریتی ما شهادت داریم و یک اقرار. اگر خود گناهکار سخن بگوید میگن فاعترفوا بذنبه فسوقا لاصحاب السعیر. اگر دیگری علیه گناهکار سخن بگوید میگن شهادت دادن. شهادت یعنی شهادت، اقرار یعنی اقرار. معلوم شد دست و پای بیچاره گناه نمی کنند. اینا وقتی حرف می زنن اقرار نیست. گوشی که غیبت شنیده گوش گناه نکرده، زبانی که غیبت کرده زبان گناه نکرده. اگر زبان گناه می کرد باید اقرار بود نه شهاده. دستی که مال مردم رو گرفته دست گناه نکرده، وگرنه باید می گفت اقرار کرد. این که اعضا حرف میزنن جلو میگن شهادت دادن، معلوم شه انسان است که اینها را بی جاه مصرف کرده. این اعضا و جواره از دست ما به سطوح در میان، همیشه اعتراض میکنن، منتها ما حرفای اینا را نمیشنویم، اونجا حرفای اینا را میشنویم. اونا در اونجا حرفاشون کاملا میزنن که ما امانتهای الهی بودیم به شما داده شدیم، ما را چرا بیراه مصرف کردیم؟ اگر گوش غیبت شنو معصیت میکرد در قیامت تعبیر قرآن کریم این بود که اینا اقرار به گناه کردن. اگر چشم نامحرم بین معصیت میکرد تعبیر قرآن این بود که اینا اقرار میکردن. چشم گناه نمیکند، گوش گناه نمیکند. دستی که با نامحرم تماس داشت این نیروی لامسه این گناه نمی کند. اینا اعضا و جوارح هن ابزار بدن هن. پس تمام سیئات به نفس برمی گردد. این اعضا و جوارح ابزار هن. همونطوری که ابزار بیرونی شهادت می دهن این هم شهادت می دهن. اینا نمی سوزن، نفس می سوزه. اگر توجه را برقرار اینا را تکه تکه بکنن درد نمیاد. اینا که تو اتاق عمل میبرن وقتی اون نیروی حس را گرفتن این اعضا را تکه تکه بکنن هیچ عضوی درد احساس نمی کنن. حس یعنی حس، همه اینها مال نفس است. از احساس و تخیل و توهم و امثال ذلك تا تعقل اینا کار نفس است. کی وحدت ها کل القوا بعد لیزوغو نه لتزوغو. ما این کار کردیم تا اینا عذاب رو بچشن نه جلود عذاب بچشه. این جلود بیچاره عذاب نمیچشه که، درکی ندار. درک مال نفس است، منتها اون نیروی لامسه در تمام جرم بدن مفروش است. اون نیروی لامسه که مرتبه از مراتب نفس است او درک میکند. اگر او رو تخدیر کردن این بدن را قطعه قطعه بکنن هیچ دردی احساس نمی کند، چون که اتاق عمل همین. اما کلما نزید جلودهم بدلناهم جلودن غیرها نلتزوغو لیزوغو العذاب را، اینا عذاب را می چشن. بنابراین تمام کارها مال خود نفس است و اینا عذاب و جواره هن و اینها وقتی حرف می زنن شهادت است. اگر خود شخص سخن بگوید میگن فاعترفوا بذنبه فسوقا لاصحاب السعیر. اونجا که خود شخص سخن میگوید میگن اعتراف کرده است. اما اونجا که اعضا و جواره او حرف میزنند این شهادت است. مطلب بعدی آن است که شهادت در محکمه این
سخن عادل را گوش میدن. این تو نیست که شهادت هر کسی رو گوش بدن. این عادل چه در دنیا چه در آخرت یه اصل حاکم است. شاهد باید عادل باشه. شهادت دو مرحله دارد، یه مرحله تحمل است، یه مرحله اداست. اونی که در محکمه مطرح است مرحله اداء شهادت است. اگر اداء شهادت مسبوق به تحمل عادلانه و عالمانه نباشد که مسمونی است. اگر شهید در صحنه حادثه نباشد و نفهمد و عادلانه حفظ نکند، پس تحمل نکرده. اگر تحمل نکرده در محکمه ادا قولش مسمونی است. اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اشاره کرد به آفتاب، امود الا مثل ها تشهد اودت، این حدیث رو مرحوم محقق تو متن شرایع هم نقل کرده. یعنی مطلب باید برای شاهد بیان روش باشه، شفاف روشن باشه، او خوب بفهمه، کم و زیاد نکنه و عادل باشه، از جا به جایی بپرهیزه. در محکمه در هنگام ادا چیزی را ادا بکند که در متن حادثه تحمل کرده است. منوش اعضا و جوارح ما میفهمند. امروز ظرف تحمل حوادث است، فردا ظرف ادای شهادت است. خب امروز اگر نفهمه فردا خدا او را عالم بکنه و حرف بزنه که شخص میتواند بگو تو یادش دادی. اینکه حجت بالغه هر نیست. انسان در اون روز میتواند باید خدایا تو یادش دادی، تو حالیش کردی، تو بهش گفتی. اینکه با خبر نبود که همچه حرف محرد نیست. منوشه تمام اعضا و جوارح ما امروز شاهدان الهی هم. ما همونطوری که از دیگران باید احتجاب کنیم، از دست و پای ما نماد احتجاب کنیم. چرا وقتی دیگری ما رو ببینه گناه نمی کنیم؟ برای اینکه آبرومون میره دیگه. خب همین دست و پا هم آبروی ما رو میبرن دیگه. ما چرا از دیگران احتجاب میکنیم؟ برای هراس. این دست و پا هم اعضا و جوارح هم آبروی ما رو میبرن. و اگر ذات اقدس اله یه وقتی مصلحت دید که در دنیا اینا شهادت بدن آبرو ریزی کنن، همین کار رو میکنن. با دستمون یه امضایی میکنیم آبرون میره، با پایمون یه جایی میریم که آبرومون میره. غرض این است که اینا حیان، حاضرن، عالمن، عاقلن، عادلن و امر الهی کار میکنن. ما اینا رو به معصیت وامیداریم. بنابراین معصیت مال خود نفس است، مال انسان است، نه مال اعضا و جواره. اینا اگر در محکمه عدل الهی شهادت میدن و شهادت اینا مسموع است، برای که در متن حادثه عاقلانه و عادلانه میفهمن و تحمل میکنن. چون هر شهادتی مسبوق به تحمل دیگه. اگر تحملشون صحیح نباشه که در محکمه عدا شهادتشون مسموع نیست. پس همونطوری که ما از دیگران میترسیم آبروی ما رو میبرن، از اعضا و جوارح ما باید بترسیم. ما این نیستیم، ما چیز دیگری. اینا اعضا و جواره و ابزار ما هستند، به عنوان امانت در اختیار ما هستند و شهادت هم میدهند. بنابراین لازم نیست که ما بگیم چیزی مقدر است و امثال ذلک. در محکمه شهادت دادم، کار تموم شد. در خارج در هنگام اجرا، این جایی که فرشته هایی که مسئول جهنمند که فرمود علیها تسعت عشر ملائکت غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم، این ملائکه غلاظ شداد که مسئول جهنمن، به این شخص جهنمی میگن مگر تو اون مفر مسجد نرفتی؟ مگر تو اون حسینی نرفتی؟ مگر از اون عالم نشدیدی؟ الم یأتکم نذیر. این سؤال قضایی نیست، این سؤال تأییر و سرزنش و توبیخی است. وگرنه سؤال قضایی که تمام شد، این جای اجراست. در این جا هم اعضا و جوارح میگن چرا این فون رفته تو مسجد، اون آقا هم گفته، این هم شهیده. لازم نیست ما بگیم این شهادت حتما در محکم و در محکم حساب خاص خودشی داره. البته متن عمل رو انسان میبینه،
خود عمل را، که بهترین شاهد دیگه لازم نیست کسی شهادت بدهد من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، من یه عمل مثقال ذره شرن یره. متن عمل نامه عمل هم که گفته می شود ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، از یک سو در جریان شهادت انبیا که وجهنا بک علی هؤلاء شهیدا که بحثش گذشت، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید شهداست، هم شهید شهداست هم شهید مشهود علیهم است، هم جئنا من کل امتن به شهید، هم جئنا بک علی هؤلاء، یعنی هم شهدا هم مشهود علیه شهیدا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم شهید انبیاست هم شهید امم است، هر پیغمبری شهید امت خودش است، پیغمبر ما شهید شهدا و شهید مشهود علیهم است، همه اینها شهادت میدن. اون بیان نورانی هست امیر هم که فرمود اتقوا المعاصی الله فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم، این است، این الله علی کل شیء شهید، کاری به این ندارد، اون معنی علیم است. اما این بیان نورانی هست امیر که فرمود اتقوا المعاصی الله فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم، این ناظر به شهادت محکمه قضاست. همه این شهادت ها سر جاش محفوظه، متن عمل سر جاش محفوظه، ولی این شهادت های توبیخی و سرزنش و اینها ممکنه مکرر باشد، وگرنه اینجا هنگام اجراست نه هنگام قضا و داوری. حتی از ما جاؤها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون، نه بما کانت تعمل، برمیشه عمل مار اینهاست. هم تعبیر شهادت نشون میدهد که چشم و گوش و اعضا کاری نیستن، هم تعبیر به ماکان یعملون شهادت میدهد که اونا کار نمیکنن، انسان کار میکنن. یک گوشش اعتراف است، یک گوشش شهادت است. هم اعتراف اینها دردآور است، هم شهادت اونها دردآور است. همه اینها بلاهایی است به جان خود آدم. هم فاعترفوا بذنبهم به انفسوقا لاصحاب السعیر دردآور است، هم تشهدوا علیهم دردآور است. منتها اینها نسبت به اعتراف خودشون حرفی ندارن، نسبت به این جلود میگن شما چرا علیه ما شهادت دادید. در دنیا هم درک معنوی دارن، اون درک شهودی دارن، سنگ هم درک می کند اما این سنگ عذاب نمی بیند، آتش هم درک می کند ولی آتش عذاب ندارد. خود آتش اون سوزندن همه اینا مسبحات الهی هست، ام من شئن الا یسبح و هم به خود آتش در این حال که آتش است و بعضی را می سوزونه، تو اون نظام برای اینها مثل گلستان است، انها عذاب نیست، درک خود آتش درک میکنه، دسنگ درک میکنه. این کارخانه بزرگ ذوب آهن، اون ذوب کننده و ذوب شونده هر دو درک میکنن، هر دو مسبحن، هر دو مطیعن. اما نسبت به کارهایی که ما انجام بدیم که ما مجرمیم، اینها را داغ میکنن، چون حس ما به اینها وابسته است ما عذاب درک کنیم، به اینها هیچ عذاب اینها درک نمیکنن. در دنیا هم اینطوره. اون شعور کاملی که در انسان ها و فرشته ها و اینهاست در اینها نیست، وگرنه طبق اون پنج طایف آیه که فرمود این میشه لا یسبحو هم به کل شیء مسبحون و کل شیء حامد له اصل من فی السماوات و الارض کل شیء مسلم یسبحو لله یسبحو لله قالت و اتین تا این که بحثش گذشت، همه میگویند در برابر ذات اقدس اله خدا را میشناسند، تسبیح گوی او هستند و حمد او را دارند، سجده می کنند در پیشگاه او. خود سوختن و سوزندن همه اینا مسبب حقند. این عذابی که مال ماست برای اونها هرگز نیست. برای از این است همونطور که هستی اینها به اندازه خودشون ضعیف است، درک اینا هم به اندازه خودشون ضعیف دیگه. فرمود ما اینها را بردیم، هم تعبیر به شهادت شده است،
هم تعبیر به ما کان و یعملون شده است. اون وقت اینها به اعضا و جوارحشون یا به جلودشون میگن شما چرا علیه ما شهادت دادید و قال لجلودهم لم شهدتم علینا. این جلود جامع اعضا و جوارح همه هست. اینا میگن به این که ما قبلن که بودیم ادراک میکردیم ولی حرفی نمیزدیم، امروز به ما گفتن حرف بزن ما هم حرف میزنیم. نه اشهدنا نه اعلمنا بلکه انتقنا، ما میدونستیم مأمور به سکوت بودیم، الان مأمور به حرفیم حرف میزنیم. این تو نیست که ما الان بفهمیم، که هم وقتی که ما را به کار بد وادار میکردیم ما میفهمیدیم. الان اشهدنا نیست، الان اعلمنا نیست، الان انتقناست. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. خب انتق كل شيء، بعضی ها را بالقوه بعضی ها بالفعل، خیلی ها حرف میزنن تویور که حرف میزنن منتها ما درک نمی کنیم، بعضی ها صداهاشون رو ما نمیشنویم. این من حال ما خیه من خشیت الله، خب بعضی از سنگ ها از ترس خدا سقوط میکنن. اگر من منها رمایه به توی من خشت الله معلوم که ادراک دارن. جواب اونها این نیست که ما چرا شهادت دادیم، ما الان که آگاه نشدیم، که از قبلی که با شما بودیم آگاه بودیم، منتها قبلا اجازه حرف زدن نداشتیم، الان ما را به حرف آوردن. همین، نه اینکه اشهدنا باشه، نه اینکه اعلمنا باشه، وگرنه حجت تمام نیست. اگه کسی اون روز عالم بشود خدای سبحان به اونها یه همچی علمی بدهد که شهادت شهادت تام نیست. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. بعد خدای سبحان فرماید این صحنه رو میبینید، خدا شما رو آفرید، یک یه همچی روزی در پیش دارید، دو و قطعا باید برای او آماده باشید، سه و هو خلقکم اول مره و الیه ترجعون. اول اول از شما را اول مره خلق کرد، اول آخر است که الیه ترجعون. نکته مهمی بیان لطیفی سیدن استاد رضوان الله دارن که این را تطبیق کردن به آیه سوره مبارکه اسراء، که اون آیه این است، آیه 36 سوره مبارکه اسراء که فرمود ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. آیونی که تو سوره مبارک اسراء حضور داشتن اونجا بعدتون رسید، این از مشکل ترین، پیچیده ترین، عمیق ترین، عریق ترین آیات قرآن کریم است که به این زودی قابل فهم نیست. مشکل بودن اون آیه این است که ما خیال میکنیم آیه میگوید که از چشم گوش سال میکنن، از قلب سال میکنن. اینطور که نیست. آیه نمیگوید از گوش سال میکنن، آیه نمیگوید از چشم سال میکنن، آیه نمیگوید از قلب سال میکنن، آیه میگوید از انسان سال میکنن که اینا رو چیکار کردی. ولا تقف ما لیس لك به علم. چرا؟ مخاطب کیه؟ خود انسان هست. یعنی چیزی که نمیدونی نگو، چیزی که نمیدونی پیروی نکن. عالمانه سخن بگو، عالمانه عمل بگو. تمام خطاب متوجه انسان هم. این نهی مستدل است. به چه علت؟ این انه دلیل دیگه. پیروی نکن چیزی که نمیدانی. چرا؟ برای که خود شما یعنیش خود شما، شما مسئولی. گوش مسئول نیست، گوش مسئول آن هست. چشم مسئول نیست، چشم مسئول آن هست. قلب مسئول نیست، قلب مسئول آن هست. شخص شما مسئولی. ولا تقف ما لیس لك به علم. این نهی است. دلیل نهی چیه؟ برای اینکه ان السمع یعنی گوش شما، والبصر چشم شما، والفؤاد قلب شما، کل اولائکه اونها مسئول ان هند. ما عربی حرف میزنیم ولی فارسی فکر میکنیم. ما خیال میکنیم که این آیه میگوید
از گوش سوال میشه، از چشم سوال میشه، از دل سوال میشه. اونها مسئول ان هم. در فارسی ما این کلمه از را روی شخص میاریم، میگیم از آقا سوال بکن. در عربی این کلمه ان روی مطلب در میاد، نه روی شخص. یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن کذا و کذا و کذا. اون شی مسئولان هست، این شخص مسئول است. خب اگه کسی عربی حرف میزنه و عربی فکر میکنه، دیگه نمیگه گوش مسئوله، دیگه نمیگه چشم مسئوله، دیگه نمیگه دل مسئوله. پیچیدگی آیه در اون دو ذیل اول نیست. یعنی از انسان سوال بکنن که گوش چرا بیجا صرف کردی، این قابل فهمه. از انسان سوال بکنن که چشم را چکر مصرف کردی، قابل فهمه. از انسان سوال بکنن دل را چگونه مصرف کردی. ما غیر از دل چیز دیگه داریم؟ انسان غیر از فؤاد و قلب و روح چیز دیگر هم داره؟ یا یه مرحله ناشناخته است که فؤاد جز ابزار اوست. از انسان سوال میکنن دل را چیکار کردی؟ پیچیدگی آیه اینه. از انسان سوال میکنن با قلبت چه کار کردی؟ اینجا مسئول کیه؟ مسئول ان قلبه، اما مسئول کیه؟ اونجا که در یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، مسئول پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مسئول عن روح، سوال میکنن روح چیه؟ یسالونک عن الاهله، سوال میکنن راز و رمز این هلال و بدر شدن و در خط قرار گرفتن و وقوف گرفتن و محاق رفتن ماه چیه؟ مسئول پیغمبر است، مسئول عن حالات ماهه. اینا قابل فهمه. یسالونک عن المحیض، این قابل فهمه. اما یسالونک عن الفؤاد یعنی چی؟ اگر ثابت بشود انسان بالاتر از قلب مرحله ای دارد که قلب زیر مجموعه اوست و جد ابزار درونی اوست، این قابل فهم است که مسئول خود روح است، مسئول ان فؤاد به قلب است. که با دلت چه کردی؟ چی را به دلت راه دادی؟ ولی اگر این حرف دشوار بود که ما غیر از قلب و فؤاد چیزی دیگری نداریم، اون وقت مسئول و مسئول ان چگونه یکی خواهد بود؟ به هر تقدیر این بیان لطیف سیدنا الاستاد رضوان الله علیه که فرمود این آیه مطابق با آیه سوره مبارکه اسراء، این قابل پذیرش نیست. اون آیه یه اوجی داره که مسئول کسی است، مسئول هم کسی دیگه است. اون آیه هم میگوید که قلبت چیکار کردی، نه اینکه از قلب سوال بکنن تو چیکار کردی، از گوش سوال بکنن تو چی کردی، از چشم سوال بکنن تو چی کردی. اینها مسئول نیستن، اینا مسئول ان هم. این که فرمود از مال سوال میکنن، یعنی از انسان سوال میکنن مال در راه چرا صرف کردی. حالا این آیه رو یه قدر بیشتر تعامل بکنید ببین راه حل دارد یا نه. والحمدلله.